سلام، دوباره ادامه حرفامون. ببین، دوباره از اینجا شروع کنیم. مثال تو خود به قولی کاور یا جلد این آهنگ یه تصویری رو میبینی که دقیقاً کپی برعکس تصویرهای خاص معروف سینمای معروفه که نماد تو سینما، خصوصا سینمای کلاسیک، نماد فندک زدن برای زن، یعنی که میخوای بچیزیش. و البته سیمپا که توی این همه دست، مثلا شما یه لحظه فکر کن الان خودتو فرض کن سیگار رو یارو در آورد، فندک براش آوردی، همه با هم اینجوری اومدی چیزلیسی و نگاه اولا جنسی به زن، دوما با کمترین اعتماد به نفس به خودت، کمترین عزت نفس به خودت، دقیقا سیمپ. یه توهین به خود مرده، یه توهین به زن، دو برابر توهینه به مرده. این برعکسش، یعنی توی جامعه فمینیستی اتفاقا این نقط تو موقعی که توی توییتر اینجور داشتن راجبش حرفی زدن، اون موقع من یه توییت زده بودم و راجب این نماد اینا حرف زده بودم و اون موقع نوشته بودم که این فندک یه زمانی یکی از نمادهای فمینیستی بود، یعنی زنها رو میخواستن بگن که نگاه جنسی دارن بهشون و اینها همچین برنامه ای انجام میدادن. و اون موقع نوشته بودم که محتوای فیلم رو نمیدونم، ولی اتفاقا این جلد تصویر خوبیه و شاید درستیه، جایگاه سخیف زن امروز اون قشر رو نشون میده. ززآ یعنی همین. و از این لحاظ شاید اتفاقا یه نکته خوبه این فیلم ها، یعنی یه چیزی که توی بستر فمینیستی امروز که مرد یه موجود به قول تو سری خوره، بی عزت نفس، بی هویت، بی مردانگی، بی غرور، بی قدرت، بدون فلانه که میزنن تو سرش، یارو ازدواج میکنه، قبل از اینکه به هجله بره زنه همون موقع میگه که مثلا حفظه نمیدونم حق حفظه نمیدونم چی داره، فلان داره، مهریه رو میذاره، اجرا آرایشگاه میزنه، یه تیبا میگیره. حالا میدونین مسائلی که امروز حالا چیز اتفاق افتاده. اما کپی بودن این قضیه که برای اینکه تمام اهداف اینه که خانواده زده بشه از دو منظور، یه منظور از سمت بازیگرا، باز کپی برداری شده از سبک زندگی غربی، به خواسته به زبان انگلیسی، به سبک زندگی فرانسه، به آزادی به قولی رهایی ولنگواری مدنی فرانسوی، و بعد توی اسطوره تخریب های اسطوره ها که توی چیزهای قبلی راجع به علی دایی اینا صحبت کردیم که یه عمر با این عکس ها میگفتن حکومتی فلان و اینها میزدنش و بیارن در کنار. نگاه کن، شما فقط به همین موضوع فکر کن، کریم باقری، علی دایی از بزرگای فوتبال این مملکت و یه دریوزه‌ای که با سلیطه بازی، حالا بازم بالاخره یک بازیکنی بود دیگه، بالاخره دوتا لایی هم زد، دوتا کار هم کرد، یه نقشی داشت، یه کاری کرد بالاخره، نه اینکه هیچی هم نبود، در مقایسه با دیگران شاید علی کریمی هیچی نبود، اما کاری کرد. بعد بیاری یکی رو بغلش بذاری که خدا وکیلی کجای اصلا دوتا بازی واسه تیم ملی کرد، واسه خود استقلال، کیه این؟ این کیه؟ یه چیزی که طرفدار تجزیه طلبها اینها رو بیاری اینجوری کنی، اینها با هم ارتباط پیدا کنه، از اون طرف بیان تجزیه طلبهاشون رسما تجزیه طلبه، دشمن با تو این کار نمیکنه. یه این کثافت خائن حرامزاده یه که به قولی چیز شده، این بیاد واسه تحقیرت کنه که چی؟ توی فضای همش هم اهداف اقتصادی در کنارشه، چون چیزش دقیقا منطق لیبرالیسمه که این جریان ها رو توی سیاست و توی اقتصاد و توی دیجیکالا، بعضی هم دیدن ماله میکشن میگن نه این اسم گذاشته، واقعا سطح جاده باز کنن. حالا بیشتری هم دیدم آخوندن، البته آخوندن الان دارن سعی میکنن مثلا خودشون های مردمی ها روشن فکر بعضی ها اینا اینجوری نشون بدن، اونا کار میدارن تا برسه به این مسئله سیاسی که خودشون هم میدونن یه رأیه اون داره میگه. اسرائیل به فارسی میگه که
حکومت یهودی خطرناک ترین سلاح جهان چی باشه؟ رأی باشه، یعنی حضور مردم واقعی تو اجتماع، برای اینکه اگه حضور نداشته باشی سیمپا جفنده های این استگرامی، جفنده های فلان، اینها میان ابراز وجود میکنن. تو اگه اجازه بدی، گفتم چوب و گلم با هم، البته چه لازم نرم چه لازم سخت، نرمش این شده که یارو میاد واسه یه هر چی تابو شکنه، هر چی هنجار شکنه، هر چی لاشیه، هر چی زنباز، قمارباز، پاتیل، مست، دست میزنن، لایک میدن، شاعراشون میشن، شعراشو میخونی فلان، موزیسینش میشه فلان، بازیگرش میشه فلان، با کوچیگری بالا میان، راهی که اون هنرمند اصیل، اون شاعر اصیل، اون موزیسین واقعی، اون هنرمند واقعی دهنش سرویس شده، خاک صحنه خورده، این تو یه شبه میرسه بالا، با فحاشی تو فضای مجازی میاد معروف میشه، با بیدر و پیکر بودن چاله دهنش انگار داره با لای پای ننش حرف میزنه، لایک میگیره، ساب میگیره، و خطرناکش مخاطبه است. خطرناکش مخاطبه است که به قولی به این حالت رسیده. بعد حالا ببین، کپی نابرابر اصل به صورت سخیف که شما نگاه میکنید، میاد توی فضای مجازید، یوتیوب های معروفتون، یعنی اونایی که دارن ویو میخورن، و امروز نگاه کن، چالش دیت ناشناس، تست خیانت، نمیدونم دیت از بین چند نفر، مصاحبه دوربین مخ فرانک، تک تک کپی کانال های معروف خارجی، یعنی یه نفر نوآوری. امان امان ای امان ای امان ای افسوس ای امان، یعنی یارو تا مغز استخونش کپی غربی بشه، بعد موفق هم میشه. ببین الان من اگه بیام یه آهنگ بخونم، تقلید موئین کنم، آهنگ موئینی که خیلی شاخص و فاخر تره نسبت به نسبت، خیلی خوب تره، خیلی بهتره، خیلی چیز تره، را بیشتر شنیده میشه تا اینکه خودم بیام یه اثری تولید کنم. هوش مصنوعی صدای فلان به صدای فلان، میدونی این چیز شده دیگه، این خریدار داره، جذابیت خودش هم داره، جاذب شده، سرمایه گذاری کردن، یه چیزی پرورش دادن، یه مدلی درست شده بر اساس اون مدل میتونه همه چی به خوردت بده. یاد حتی ولاگر، حتی فلان، اینها بیا تو فضای تفکر متفکر. چرا؟ چون اصلا در بازکنش قشر روشنفکرت بودن، جریان روشنفکری تو بود که کپی بود. یک دونه روشنفکر، یه دونه متفکر، آقا یه دونه متفکر، یه نفر که مستقل داره فکر میکنه، داره حرف میزنه، یه نفر بیاد بگه آقا من اصلا چی کار دارم فلانی چی گفته، فلانی چی گفته، من دارم اینو اینجوری میبینم، من فکر میکنم، تحلیلش میکنم، فلانش میکنم، بمان میکنم، یه نفر تو بیار که این کارو بکنه، نزنن تو سرش، ساکتش نکنن، فیدش نکنن، نمیدونم ناامید و افسرده نشه، ول نکنه، نمیدونم یه دونه شما یه نفر بیار برای من، نمیگم هست یا نیستا که خیلی کمن، غالبا ادای فلسفه خونده ها ادای فلسفه هن، جامعه شناس ها ادای جامعه شناختیه، فوتبالیست ادای فوتبالیسته. یکی از دلایلی که شما تو بازی با قطر نتیجه نگرفتی، بذار بگم، ببین ما کنشگری میکنیم یه زمانی، فعالیت یعنی القای امید بکنی، یه زمانی وظیفه شهروندیت، وظیفه ملیته که امید رو حفظ کنی، ناامیدی رو برش غلبه، یه جایی ببین وقتش نیست، بعد دست بذاره روشونه رفیقت بگی داداش قصه نخور درست میشه، من با تم با فلانه دمت درست میشه، یه جایی باید بگی پاشو خودتو لوس نکن بابا، بچه بازی در نیار، بچه ننه نباش، فلان نباش، پاشو محکم باش، یه جایی باید بگی دادش درست میشه، قصه الان جاش نیست بیای نصیحتش کنی، الان جاش نیست بیای مثلا فلان کنی، یک اینه، خیلی ساده است. زندگی تو زندگی شخصیت همیشه گفتم جامعه رو یه پیکر زنده فرض کن، یه پیکر زنده است، از مجموعه آدم ها این احساسات همه با هم یه احساس به قول ما فوقه، همه یه احساس جمعی رو به وجود آورده، یه جایی باید بهش بگی داداشم قربونت برم، دردت بجونم،
قصه نخور درست میشه عزیزم بلند شو فلان. یه جایی باید بیای بشینی بگی که آقا مثلا اینجا رو اشتباه کرده، اینجا ایراد کرده. یکی از دلایلی که ما تو همین قضیه حالا من الان فقدشه که راجعش صحبت کنم باید بهش نگاه کرد، اینه که شما قهرمان سازی میکنی، یه وقتایی فراتر از چیزی که هستن و ازشون نشون میدی. بهت القا کردن که هر کی خارجی تره تو اروپا بازی میکنه این موفق داره، توسعه استعماری رو بهت القا کردن، شما اون مدل رو شبیه تر به اونی نسبت به قطریات و شبیه تر به اون مدلی. تمام بازیکنات لیگای خارجی یا بازی میکنن یا شایستگی وجود حضورش دارن، اما قطر یه بازیکن تو اروپا نداشت. اما تو کره، ژاپن که بیشترین بازیکن خارجی داشتی، گرونترین تیم ها بودی، شکست خوردی، قطر و اردن اومدن بالا. یعنی زد اتفاقا پس کله استعمارت. منتها احمدی نژادیستی که تو ویدیوی قبلی توییتش آوردیم گفت اقتصاد آزاد چه اقتصاد تو فلان، اینا نمیذارن دیده بشه. شما اومدی قهرمان هایی ساخت که قهرمانن، نسل به قولی طلایی تن، خیلی به جای ما از روزی که آرزوی رفتن به جام جهانی داشتیم، ما ها آرزومون بود جام جهانی بریم. جوانای الان یادشون نمیاد، ما آرزومون بود، یعنی همین که وارد جام جهانی شدیم استرالیا شد بازی تاریخی قرن. انقدر الان پیشرفت کردیم، انقدر هم بهتریم، سطحمون بالایه که راضی نمیشیم. قهرمانی جام ملت ها رو فقط میخوایم. ما یه زمان تو چارتا اینا هم نمیرفتیم، زمان شاه قهرمان جام ملت ها شدیم. برو نگاه کن 6 تا تیم توش بود، 6 تا، کویت و قطر و امارات و نمیدونم کره شمالی و تو، یه همین چیزا بود تو قهرمان شد، از کسی نبود توش. ولی همیشه آرزوت این بود که مثلا بری تو یک چهارم، یک هشتم اینا. الان هدف گذاری شده قهرمانی، کمتر از اون راضی نمیشی. به دور دوم جام جهانی کمتر از اون راضی نمیشی. قطعا پیشرفت کردیم حتی، یعنی در کناری که اینا دارن القای پشرف میکنن اینم اشتباه است. ولی از اون طرفم این قهرمان سازی بیش از اندازه از تیم شما، این که فکر میکنین مثلا که قطعا هم همینطوره. ببین مثلا تارمی الان اینتر با فلان قد پول میخوادش و بهترین گلزنهای دنیای سردار آزمون همینطور، بیراون واقعا دروازه‌بان بعد از احمد رضا عابدزاده فکر نکنم دروازه‌بانی به مطمئنی بیراون داشته باشیم هرگز. و حالا مثلا میان مسخره میکنن، حذف میکنن، میگن سیستم علی اصغری، سیستم نمیدونم فلان، زیرش بکش، پاس بلند. یکی از اتفاقا همین الان با یحیی نگاه کنید، با یحیی گل محمد دقت کن، ببین قشنگ جامعه شناختی فرهنگی دارم نگاه میکنم و ورزشی نیست این قضیه. یحیی گل محمدی اومدن بذارن کنار، ریختن تو صفحه ها، همین ورزشی سه ریختن پرن. الان شما روزنامه های امروز رو بخونی اصلا خجالت میکشی، دارن میزنن، بعدم دارن میزنن. یحیی رو که خواستن اخراج کنن، من گفتم خودم چند بار تحلیلش کردم، لحاظ اعتقادی اینا بچه ننه است، اومد نمیدونم زن ززه آ شورش سیمپ های شروین های سیمپ روش تأثیر گذاشت، خنگ شد، ترسید، اما انسان دیگه، اما لحاظ فنی کارش درست بود، خوب بود. همین موقع زدنش میومدن میگفتن که منچسترش هم سانتر میده، اینا همش میخوان رو زمین بازی سازی کنن، برعکسشو میگن. زدن کنار، الان ببین وضع تیمت چیه، تدارکاتی با تیمای فلان داره میباز. تا به ثبات و پیشرفت میخوای برسی میان میزنن. همین قله نویی هم یه روز میبری بزرگت میکنن، یه روز میبازی لهت میکنن. مرده پرستی واقعی تو این قشر، مرده پرست استعمار زده عاشق به قولی زنده کش مرده پرست. این حالا همین پاس بلند رو میان میگن بکش زیرش، بستگی داره کی باشه، کی بزنن. به عنوان کارشناس فوتبالن، گاهی به عنوان خبرنگارن، گاهی به عنوان همه هم که کله گنده، فقط من میفهمم، کسی نمیفهمه. یه آدم دنبال توپ دویدی دوتا گل زدی، کی گفته تو قراره همیشه درست بگی؟ واقعا نه دیگه. حالا همین رو چیز میکنن تو فضای مجازی، یارو رو چیز میکنن. بماتازه اون خوبشه، حالا اون بنده خودم خوبشه، احترام هم دارم باش اتفاقا، ولی همین قضیه میاد تو تیم ملی. تو یه عجوبه هایی از اینها ساختی، فکر کردی اینتر میلان چه پخیه،
فکر کردی اروپا چه پخیه که هر کی شبیه توی اروپا باشه شبیه اروپا باشه این دیگه خیلی خوب، این فقط این فقط این مدل پیشرفته. اشتباهت این بود، تو سوپرمن دروردی از کسی که به قولی همچنان خوب بود، خیلی خوبه، بهترینته تو این مدلی که پیشرفتی، تو این مدلش اینه، از این بیشتر نمیتونی داشته باشی. ابرستاره است، ولی معیار ابرستاره بودن برات شده بازی کردن تو اونجاست که تازه دارن میزننش، خیلی هم خوبه، خیلی هم فلانا دارم میگم. تو رسانه باد کار رسانه از اینها فوق قهرمان ساخت برای اینکه بیاد سپاهی و پاسدار و بسیجی و نمیدونم زحمتکش و کارگر و چه میدونم نقاش و نجار این آدما رو کوچیک کنه. این آدمای دنبال توپ بزرگ که کلا فوتبال برای اینه، مدل توسعه استعماری رو بهت بده، اینا رو گنده کن واسه یه بازی 200 میلیارد بگیرن، واسه برگرده ایران 200 میلیارد پول بگیره، تا ابدم تو فکرت نمیتونی برسی گنده بشه، بیاد برات جهش و جریان اجتماعی تولید کنه، این جریان رو به غر رو برات تولید کنه، سینماگرات هم در کنار هر کدوم تو زمینای خودشو بیان اونو جاده صاف کنه، اون باشن اون جاده اون ساختمونا رو برات بسازن، اون مدل بسازن، تو رو بندازن تو اون بدبختی بیچارگی بری این ور قهرمان واقعیت که داره از زندگیش زده اومده داره واسه مملکتش داره مثلا گچکاری میکنه، مسافر کشی میکنه، فلان میکنه، شریف زندگی میکنه، کمتر ارزشی که نداره هیچ، این باید به اون نگاه کنه شبیه اون بشه، و اگه شبیه اون نباشه تجب میشه، مسخره میشه، میگه زن من، زن سخیفه، کسی فاسد به قولی هرزه دست هر جایی نیست بیاد ممه بتره کن ممش به قولی ممه بالا پایین کنه واسه اینکه این فوتبالیست فلان کنه تو ورزشگاه، این حجب بشه، این زده بشه برد کنار، اون بیاد جولون بده واسه خودش، عاقبتش هم که دیدیم. یکی از دلایل این باخت و اینا رو که داریم در نظر میگیریم اینه که شاید ما الکی زیادی گنده کردن، یعنی دور از واقعیت، و البته بارها گفتم دیگه، گفتم فوتبال مهمه، این بالاخره نماد شده، ما از چیز استه به قول مدل شما باید تو این زمین بازی کنیم، تو این زمین مقابله کنیم، و همین ها که باختن به اندازه خودشون کار مفیدی کرد، کار شاقی کردن، خوب کردن، ژاپن رو بردن، فلان رو بردن، اتفاقا تو مدل غربیشو میبردی، ولی وقتی خوردی به یه مدلی که بازیکن اروپایی نداره، فوتبال اروپایی نداشت و باختی، همون ژاپنت هم مدل اروپاییشه، چون تو هدف گذاریت مدل اروپایی بوده. این یه بحث. و اینکه همین یحیی هم موقع زدن میگفتن منچستر هم پاس میده، یحیی پاس نمیده، میخواد توپ با پاس ببره تو دروازه، واسه اون اونجوری بزنن، واسه قلنایی اینجوری بیان، الان بیان اینجوری بزنن. چرا؟ چون هدف زدن مربی ایرانی است که الان اومده میگه که با لطف اعلی بیت فلان، یعنی تو لوکوموتیوی که به سمت توسعه غربی داره حرکت میکنه رو ریل نمیشه جاشو عوض کرد، سرعت رو به غرب بودن رو اینها رو مثلا یه ذره اگه تأثیرش کم باشه، یه ذره توی هویت ملی جلوی خار شدن اتوبوسی کیروشی پوری جلوی دروازه خار شدن و یه ذره کمتر بگیره، اینو باید بزنن، یه هدف اینه. تو مسئله فوتبالی رو فهمیدی، سیاسی هم فهمیدی، و عجیب برای من اینه که اهمیت مسئله میشه بلافاصله به شماره 6 محمدی برای والعزت خیلی پاس خوب میفرسته روی دروازه، اما دفاع با سر بر میگردونه. خب خیلی قشنگ این ضربه رو میزنه. به من فوش ناموس میدادن. شما اونو فهمیدی مسئله فرهنگی رو نفهمیدی، نفهمیدیم که فهمیدیم و ولی کاری براش نکردیم که چی میشه چنان آدمی چی شد یه لحظه نگاه باشی چی کام میکنی؟ مگه من چه میدونم این؟ مگه من سیب زمینی هم که بخوام اصلا من نمیدونم چرا آهنگ داره؟ حالا آهنگ داره، منم همین جوریش کانالم خیلی اذیت داره میشه. ایرگم مگه من سیب زمینی هم؟ اینجا ایرانه، آذربایجان مال ایرانه، اردبیلی نماد غیرت، اسطوره گل زدن توی مدلی که واسه تعریفی کردن، تو مدلی که ایفا میتونه برات اجبار کنه. ببین استعمار یعنی چی؟ اینهایی که استقلال استقلال میکنن نمیفهمن که استقلال یعنی چی، که
فیفا بیاد برای تعیین کنه که شما آیا اجازه داری بازی پرسپولیس و استقلال و وی ای آر تو زمین خودت، تو کشور خودت، تو چیز خودت با دوربین پخش کنی یا نه. فیفا باید اجازه بده، فیفا باید زورت کنه زن بیاد ورزشگاه، به قولی زن اون مدل، زنی که اینها دوست دارن از زن تو باشه، از زن باشه، زن سخیفه، اون مل تازه به دوران رسیده ی عقب افتاده که ولنگواری برای شده نماد توسعه. من صریح و بدون تعارف دارم. چرا نمیفهمی؟ همه ما ایرونی، آذربایجان مجری سبکی که کیروشیپوری که توی دستگاه مدیریتی فوتبال شما، فوتبال شمایی که الان سال هاست به قول شما افتخار خاصی نیاورده، که من البته میگم نه آورده، ولی خب خودتون که میگید نیاورده، نمیدونم المپیک نرفته، جام جهانی چیز نشده، جوانان فلان نشده، بمان نشده، و همتون میگید مشکل مدیریتیه. مدیریتی که الان بدونه با حاشیه امن نشسته اونجا، با همون حالتی که حالا رفیق فاب کفاشیان همیشه اینه دیگه، رفیقی رو پای رفیقش خالی میکنه، میاد بالا میشینه، بدتر از اون یکی. این همه مسائل هیچ وقت تکونم نمیخوره، تو بیای فوشتو بدی به سرمربی تیمی که الان داره چیز میشه، اونم سر جاش و فلان، کسی که اتفاقا تو اون مسئله تأثیر مستقیم با کیروشی پورت داره، با اون جوسازهای رسانه‌ای که الان روزنامه امروز ورزشی برو بخون ببین کدوم وری دارن جو میدن، با اونها داره، اونها که تعیین میکنن سیاست اینه. الان سیاست عرصه رسانه است که الکریمی تون بیاد فدراسیون شرکت کنه رأی نده، یا که بدتر از خودش، آخه تو سه تا کلاس سواد داری اون رئیس فدراسیون شی، بعد الان کاملا واضحه دیگه. بده Motor. Es sind wirklich nur zwei Laufräder und eine Bürste. Wenn ich das bewege, dreht sich die Bürste. Und jetzt lege ich mal was Buntes dahin, dass man das schön sieht. Es bleibt alles in der Bürste hängen. Und das müssen wir jetzt hier auch nicht herauspulen. Ich habe die Videos gesagt, dass ich schon sehr viele Videos gesehen habe. Ich habe es erlaubt. حالا میگم چی گفته، آهنگ داره، ولی میگه که دیگه با احترام به خواهر و مادرمون و دخترمون و فلان و اینها، دیگه مادرای ما رو دنیا به چشم نمیبینه. اون زنی که همین شاید قبل از اینکه خواستم برنامه رو بسازم، این همینجوری تو تایملاین توییترم اومد، یهو دیدم خیلی میشینه، حالا نمیدونم اول آخر حرفش چیه، ولی این حرفی که ببین، زنی که میره حوضو میشکونه، یخ حوضو، لباس میشوره، نمیدونم رنگ کرم فلان و اینا رو ندیده، مسافرت خارجی، ای اینو بخرم اونو بخرم، ماشین لباسشویی نداری، ای بیورزه تو سرت بزنه فلان، تو اوج آهنگ داره حیف. حالا یه حرفی که مثلا بچهشو اونجوری بزرگ کنه، زندگیشو اونجوری نگه داره، شما ماها دیگه هرگز نخواهیم دید. خود ماها الان، مخصوصا ماهایی که من شخصا که گیر کردم بین دو تا دنیا با غیرت و ناموسداری و مشتیگری و لوتیگری و سنت و اینها بزرگ شدم، افتادم تو فضای براندازی های خدا چیه، فلان چیه، بمان چیه، بعد برکم اعتقاد اینجوری، این وسط موندی، بعد از یه طرف زن آرزوهات، زن رویاهات یه دختریه که با نامرم حرف میزنه، گونه هاش سرخ میشه، نجابت و پاکدامنی و زیبایی و مهربونی و فلان این چیزا هست، و یه زنی که اون دختر روسه بود که چیز باش با هم کار میکردیم، اون دختر مدل های نمیدونم فلان ترگل مرگل فلان بمان نمیدونم تو فیلم ها میبینیم و این چیزهایی که این نوت چیزا این همین سریال ها برام نشون میدن و آی آزادی و فلان، آی پس ورزشگاه بالا پایین بپره، اینا گیر کردیم وسط، همه شدن اینجوری، مسائل طلاق و فلان و بمان و این چیزایی که داریم، حالا خیلی داستان زیاد ازش بگذاریم، همه بارها صحبت کردیم، فمینیسم دنیا اینها، توی یه سطح خیلی سادهش نگاه کنیم، زنی که واسه بچت مادری کنه الان شده معیار
ول نکنه دوتا بچه رو بره به خاطر اینکه میخواسته با رفیقاش بره مثلا پارتی تو نخواستی مثلا به عنوان نمونه، این همه داره میشه همش غالبا امروز طلاق از این بوده، زنه سازگار نیست، ستون خونه زنه دیگه، خودمون رو خر نکنیم دیگه، زن نباشه میخوره زمین، خانوادش میخوره خونه میخوره زمین، برسه به جایی که 40 سالت بشه 35 سالت بشه موهات کم کم سفید بشه هنوز یه نفر به قولی اصلا چیزی برای ادامه حیات اجتماعی کوچیک خانواده باشه نداری، نه امیدی بهش داری نه نگاه مثبتی بهش داری نه نگاه فلان، یا دیگه بگیرم مثلا خودت نه داداشت خواهرت نمیدونم دخترت پسرت، چرا به این بدبختی و به این فلاکت رسید بشر ایرانی جامعه ایرانی؟ اصل بدبختی همین سطح فهمی روانی بود. حالا جلوتر قبل از اینکه اونو بخوام بگم یه چیزی اینو بگم، اینی که گفتم نبین این خط داره صاف میداره، شما اینو در نظر بگیری، یه چیزی این حالا اومد بگم، ببین این خط زاویه اینجا رو نیا کن، زاویه اینجا رو نیا کن، یعنی کجه اینجوریه، اینو صاف میذاره، این درست نیست، شما این اینجوریه، خط اینجوریه، مثل اینکه شما یه جاده میخوای بکشی اینجوری میشه، اینجا دوره اینجا نزدیک، اینم درخت داره مثلا کوچیکتر میشه عقب میره، پس اینو قبول نده، اگرم این باشه شما باید 10 تا میزدی که کل داورا جمع بشه دیگه، اینم باید یه چیزی ما یاد بگیریم، این که ما شکستم بپذیریم دنبال چیز نباشیم، وقتی تا سر یه باخ نزنیم همه رو بکشیم، آی این بره اون بمیره، آی مرگ بر این مرگ بر اون، این یه موزله، همه اینا رو گفتم به این یه مسئله اساسی برسم، یکی دردمون اینجاست که ما زود خراب میکنیم، زود طلاق میدیم، زود عوض میکنیم، خود منو زود، من 200 تا گیتاریست عوض کردم، 40 تا خواننده عوض کردم تو بند خودم وقتی که کار چیز میکردم، کمتر میسازیم، هی رفیق عوض میکنیم، نمیتونیم، یه مشکلی میخوریم نمیتونیم حل کنیم، یه مشکلی که مثلا خود شخص من دارم و این تو جامعه ایرانی هم فهمیدم که نه، در صورتی که من لحاظ چیز از جامعه ایرانی دور بودم، اما اینو با خودم همیشه داشتم و الان میبینم که علتش هم همون غربگرایه، همون شبیه خارجی ها بودنه، الان دارم تو ایران میفهمم این سنت و مشتیگری و لوتیگری و بخشش و بزرگی و فلان و اینها چیه و میفهمیم چه چیزهایی از دست دادیم. ببین شما میری یه روستا، میری دهات باباتینا، میری دهات مادرتینا، چه میدونم، میری یه جایی که مثلا اقوام داری، یه کسی رو میشناسی فلان داری، حسرت زندگیشون رو میخوری، یه پسر اینا چه حالی میکنن، هزار متر خونشه، نمیدونم هر وقت دلش بخواد میره تو کوه میشینه عرقشو میخوره گلشو میکشه هر چی که تو بگی، نمیدونم میره مثلا تو گندم طبیعت به خدا نزدیک روز سرشو میذاره رو زمین، تو آخرین باری که تونستی سرتو بذاری رو زمین یادت نمیاد، همش یا طبقه 1, 2, 3, 4, 70 طبقه های بالا بودی، نمیدونم میتونی بری مثلا اینجا فلان، چه حالی میکنه، یعنی این چیزا، بعد اون در این حال داره به تو میگه شما مثلا تهرانی حال میکنی، شما شهری حال میکنی، این چیه، روستایی چی نداره، فلان نداره، بمان نداره، نمیتونه بفهمه اصل زندگی که داره، این که غروبا داره هم جمع میشن، این که خواهر مادر و فک و فامیل و داداش و رفیق و این چیزا دارن، این که هیچ وقت نگران دزد نیست، این که هیچ وقت نگران نیست بره کوچه بالایی بچه های بالا دهواش بشه، نمیدونم بره فلان جا فلان بشه بره بم، نگران این چیزا نیست، خیلی از مشکل های دود و بوغ و نمیدونم اعصاب و میزوفونیا اختلال دو قطبی و کم فلان اینا رو ندارن، نمیتونه بفهم، تو هم به همین حالت میای یا تهران به خارجه میگه اون چه حالی میکنه، اون خارجه به تو نگاه میکنه میگه تو چی میفهمی به قبض آب و برق و گاز و اینا زاییدن زیرش یعنی چی، تو چی میفهمی آب خوردن باید بخری یعنی چی، تو چی میفهمی که عموم مردم معمولیت مجبورن زیر شیروانی زندگی کنن،
تو چی میفهمی اصلا زیر شیروانی یعنی چی؟ تو فیلم هم ندیدی. تو چی میفهمی وقتی دوست دختر بخوای پیدا کنی باید مراقب باشی، باید نگاه کنی ببینی آیا یه روزی سگ داشته یا نداشته، اگه داشته مشت امنیت جنسی داری یا نداری، چه میدونی این با داداشش با فلان رابطه فلان داره یا نه، تو چه میدونی اینجایی که داری انگشتتو میکنی توش مثل توالت عمومی هزار تا انگشت توش رفته یا نه، تو چه میفهمی امنیت جنسی یعنی چی، تو چه میفهمی امنیت روانی یعنی چی، تو چه میفهمی که نمیدونم تو محیط کاری پروموشن گرفتنت برات میشه نمیدونم فلان، هزار تا اینجور مسائلی که حالا بهتر میتونی. این مدل، این دقیقا این مدل تو باور اجتماعی هم حالا نمیخوام زیاد صحبت کنم، بیشتر موارد گفتم، یه سری چیزاش هم بمونه اینجا نتیجه گیری اینا هم نمی کنیم، خودت متوجه مسائل بشو ببین به هم تنیدگی این چیزا رو نگاه کن ببین چطوری اتفاق میفته، چجوری ربطش میدی به زدن لاتا، یه فلانی ها میارن یه ها شاخ میشه تو فضای این استه، بابا الکی آدم ها معروف نمیشن، یه دستی داره معروف میکنه، تو الگوریتمای فلان بالا نمیان. این طبیعی نیست که مثلا پیک گیتار بفروشی مثلا روش بزنی که این پیک مثلا به یه توهینی توش باشه و اب نداره این اسم اونه توجیه بشه، نه 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 نه، اینجا اشتباه همینه. اما اخلاق مداریه که تو ویدیوهای قبلی گفتم اجازه نمیده فلان، ما همش میگیم غیبت تهمت، الان خودم لحنم بد شده یه چند روزه قضا وجدانم دارم میگم غیبت میشه تهمت میشه، نمیدونم حرف میزنیم که درستم است، به هر حال باید اخلاق حفظ کرد. یا مثلا میگم آقا قضاوت نکنیم، مسخره نکنیم، هجر نکنیم، نگیم خاک بر سرت با اون فیلم ساختنت، نگیم آی نمیدونم تو فلان بودی. بعد از اون طرف نگاه میکنیم میای مثلا میبینی که بدون هیچ کدوم این محدودیت ها، اگه اسمش محدودیت بذاری که محدودیت نیست، این خودش اصلا ما برای این میخوایم فرهنگ یعنی چی، خودمون نباید تو دامش بیافتیم. من اینو به خودم قبول دارم و میپذیرم و یه عذرخواهی هم کردم و الانم میگم الان که بدتره، الان میدونم دارم اشتباه میکنم، تو اومد تا غیبت و بد فلان اینا، باید یه فکری به حالش بکنم، یا لحن بدگاهی حرف رکیک میزنم، این بده، این توجیهی نداره، هیچ چیزی به من اجازه نخواهد نباید بده که من بیام توی فضای عمومی اینجا دیگه، اتاق تفهم شخصیه ولی اتاق خوابم هم هست، ولی تویی که داری میشنوی دیگه اینو به من اجازه، من باید روش فکر کنم یه جوری کنم که از اون طرفم چیز نشه. ولی میبینیم در این حال یارو اومده رسانه زیر ننه پرده، نمیدونم روی فلان مثلا به نازلترین حالت تهمت و دروغ و چیز میکنه و شما برای مقابله با اون حالت از این حالا میدونی چی میگم، نمیدونم چطوری باید بیانش کنم و من اما اینو میپذیرم و نه تنها میپذیرم، یا باید به خودم و خودمون بگم که کار فرهنگی از راه ضد فرهنگی نمیشه انجام داد، کار فرهنگی درست کردن اخلاقی اون مرام و مشتیگری و با نالوتی بازی و نامردی و ضعیف کشی نمیشه لات شد، نمیشه، یه لاشی میشه که آفتابه دور گردنت بذارن، ای بدبختیمون از اون وقتیه که این آفتابه گردن لاشی ها رو برداشتن گفتن حرمت انسانی، نه نه اون حرمت انسانی بعضی ها نباید چیز بشه. جمهوری اسلامی برنامه استعدادیابی دارن، برنامه‌ای که رفتار داورانش انتقادهای زیادی رو در پی داشته. در دوران رهبری آیت الله خامنه‌ای بسیاری از مداحان به حلقه اصلی قدرت نزدیک شده و مواضع حکومت رو تبلیغ کردند. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. مداحان نزدیک به آیت الله خامنه‌ای در یک برنامه استعدادیابی تلویزیونی، زمانی مداحان ذکر مصیبت می کردند، حالا بسیاریشان مجیز رهبر جمهوری اسلامی را می گویند. ببین بی بی سی نگران چی میگن؟ دستگاه اهل بیت، نگران حرمت دستگاه اهل شعائر حسینی شده.
ایران مسافر است که اسلام را نگه داشته است. حالا هم با کمک مداحان نگران اسلام شده است. اون سلطه است دیگه، لحاظ سیاسی اگه سلطه را بپذیری بی بی سی میاد برات بی بی سی عربی عربستانی تولید بکنه، میگه مشروبتو بخور، ولی اسمت مثلا عبدالله شده بدار عبود که چیز نش. یعنی الان یکی از مشکلهایی که مثلا شیرازی، حالا اون البته یه مثال بیموردی بود که زدم، ولی این که شیرازی بازها یا تفکرات اینها یا مثلا عبدالحمید چیز اون یارو شیطان خوارجی چیه، اون یارو اسمش چی بود، عبدالحمید چی بود، امام جمعه فلان، ایالتی دارن اداره میکنن زایدان، طالبانیه تندرو اینو داره حمایت میکنه، یه روز داعش و یه روز نمیدونم فلان و جلوت میاره، علی کریمی ها حمایت بکنه، نگران شعائر حسینی میشه. میدونی دیگه چجوری باید گفت، اصلا نباید چیزی گفت. یعنی مهم نیست چی، هر چی باشه باید بگیره این بهونه رو بزنته. حالا فوتبالم بگذاریم. قطع ماشین تو دنیا مال کدوم کشوره؟ آهنگ داره دیدید دیگه، میگه بیشترین سرقت ماشین مال کدوم کشوره. این بنده خود یا بنده خدا یا عکسشو نیاریم، میگه ایران. بعد اون از رو دیتا یا چیز میخونه که 137 ایناست، نمیدونم 31 دنیاست. آمریکا ژاپن همین استعمار همین مدل توسعه ای که نماده به قولی چیزات اونان اولین باشه، یا مثل سرطان که این همه مخصوصا تو دوره پارازیت که خیلی تلاش کردن با یک سری از چیزها پارازیت روی ماهواره برداشته شد، سر همین قضیه بود ربط دادن به سرطان و اینجور گفتم به خاطر پارازیت و این چیزا ما نمیدونم، یا مثلا خودکشی ها این چیزا که میگی دیدی که مزدک تو ویدیوش آوردیم گفت ژاپن با این همه خودکشی میگه خوشحال ترین مردم دنیا. این چیزو این دید و فکر رو تو ذهن مخاطب احمقش گذاشته، مخاطبشون احمقن دیگه، احمق فرض کرده خودشون و واقعا هم احمقن که این چیزا رو قبول کردن دیگه. مثلا ژاپن کشور خوشحالا، سوئیس کشور امن، نمیدونم سوئد کشور این چرت و پرتا، آلمان مثلا، ایتالیا مثلا فوتبال فلان، فوتبال پرتغالی، بلایی که سر ما اومد مثلا توی همین بازیه با قطر، یکی از دلایل فنیشو بهتون بگم، بازی‌های تدارکاتی بود دیگه، دیدیم بالاخره یکی اومده آقا داره بازی سازی از عقب میکنه فلان میکنه، بازی‌های دیگه هم دیدیم، ولی وقتی هیجانی میشه میرن تو ذات خودشون برمیگردن به فوتبال اتوبوسی که واسه رو به حملهش هم باید بلند استفاده کنه، باید فلان انجام بده، یا نوع چیزشو دیدیم و این سخت ازش فواصل بین خطوط به خاطر اون فوتبال 10 سال اونجوری خراب کردن فوتبال، تا طول میکشه درسته مسئله فرهنگی همیت دن که در آفساید قرار میگه جعفر روزبهانی. نمیدونم اون داور چه بلایی سرش اومد، کل تیم باید به والا حضرت پاس بدن، والا حضرت ببره بزنه تو گل، دروازه بانم بگیره شلاق میخوره. بگذاریم آقا، همه یه دردا از همینجا شروع میشه، از همین که چهرهای اجتماعی که اتفاقا واقعا هم یه کاری کردن لااقل، بعد اصلا نماد چیز بودن، من همش اینو دارم تکرار میکنم، بزنن از اون ور اون اتفاق بیفته، شما تو فضا مجازی دیگه چیکار میخوای بکنی؟ حالا دارم پراکندگویی میکنم، فکر میکنم کافی حرفام، باقی حرفامونم میذاریم واسه یه وقت دیگه، یه ساعت و نیم حرف، یک ساعت و 40 دقیقه یه روز حرف زدم، سرتون رو درد آوردم. این به نظر من وظیفه شخصی فردی و اجتماعی همه ما باید یه بسیج عمومی راجع به مسائل فرهنگی شکل بگیره، باید خز و خیل ها رو کوچکترین چیزی هم چطور ما رو میگردن، یک کلمه یه جایی میگیم ریپورت میکنن فلان میکنن، اصلا صدامون به کسی نمیرسه، چهار نفرم که میبینن
به قولی نگرانن مایوس نادان نشین فلان، اینا رو هم باید یه همچه حالت پیاده بشه براشون، حد یه دیسلایک روشون کنی، نگاه نکنی بهشون، واچ تایم ندی. این خزاخیلا رو وقتی داره مثلا چیز میکنه راقل ریپورت کنی آقا این مال زیر 18 ساله مفید نیست. ما که تمام ویدیوهامون منفی 18 رو چیز کرده، اینایی که اکانت ندارن و اکانت وریفای نشده اصلا نمیتونن ببینن و این حالت های اینجوری اتفاق بیفته و حجب بشن، توهین بشه بهشون، به جایی که بگی عزیزم دقت کن این فلان، ما با جفنده یه فلان فلان شده، تو معلم اخلاقی نیستی، تو درس سبک زندگی نده بابا، تو برو زیر فلانی چیزت باش. و یه مقدار اینها هم این مهمه، اینو بذارم واسه یه ویدیو جدا صحبت کنم. خیلی مخلصیم، سرتون درد آوردم، تا یه وقت دیگه، عزت زیاد، یا علی مدد.